بازم خوش آمده این نیسان بیننده بخش ساعت خانواده است و در بخش قسمی که در اول گفتیم در مورد اید صحبت میکنیم که امروز هم روز جانیش هست. در سال 1988 البته اول دسامبر که برابر میشه با دهم قوس، این روز به نام روز جانی اید نامگذاری شده بود و هر ساله به خاطر تجلیل از این روز هم شعار خاصی مد نظر گرفته میشه از روی ارگان هایی که مربوطه هستند و همچنان هدفی که بیشتر عمده هست به خاطر انجام این کار و برای عموم مردمی است که مردم را با ویروس HIV و یا مرض ایدز بیشتر آشنا بسازند و ما به خاطر اینکه بتونیم از این روز هم تجلیل به عمل آورده باشیم و همچنان معرفی داشته باشیم در سایه شناخت ویروس HIV و مرض ایدز بیشتر مهمانی را دعوت کردیم. دکتر امید پارسا با ما هستند و در مورد این موضوع بیشتر با ایشان صحبت میکنیم. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. سلام به شما و بینندگان محترم تلویزیون هرزو. خب دکتر صاحب، در شروع برنامه اگر در رابطه با خود بیماری HIV و یا هم ایدز اگر یک معلومات مختصر بر ما بدین خیلی خوب. تشکر. مریضی که به نام ایدز مشهور است، HIV خودش عامل سببیش است یا وایرس است، از نامش پیداست که بیماری است که سیستم دفاعی عضویت خراب میکنه، تخریب میکنه که به شکل درستش وظیفه خود را اجرا کردن نمیتونه، یا مریضی نقص سیستم معافیتی عضویت انسان که در نتیجه سیستم دفاعی که پایین آمد، هر گونه همراز، هر گونه ارگانیزم های بیگانه مثل باکتری است، وایرس است، پارازیت هاست، اگر داخل عضویت شخص مصاب به ایدز میشه، با آزادی میتونه که رشد نموی خود بر رشد نموی ادامه بده، انکشاف پیدا کنه، تکثر کنه و بالاخره سبب به وجود آمدن مرض، جمع اختلالات پیشرفته در نزد این اشخاص شوه. و خود فاصله زمانی ورود این ویروس HIV به بدن تا زمانی که علایم مرض ایدز بروز میکنه چقدر است؟ در حدود 3 سال، زمانی که وایرس ایدز داخل وایرس HIV کامل سببیش بالاخره به ایدز می انجامه، یعنی سیستم معافیتی عضویت کاملا تخریب میکنه، از شروعش که زمانی که داخل عضویت انسان میشه، ممکن در ظرف 3 سال تا ظرف 20 سال میتونه سبب به وجود آمدن مرض ایدز شوه یا سیستم معافیتی زیر کاملا تخریب کنه، یعنی دوره تفریقش به اون مقدار است. اما به طور اوسط میگن در حدود 9 الی 10 سال دوره تفریقش است که در ظرف 9 سال یا 10 سال در عضویت شخص میتونه که سبب به وجود آمدن ایدز شوه، زمانی که وایرس HIV داخل عضویتش شد. اما نظر به سیستم های دفاعی شخص است، نظر به تشویش استرابه که شخص داره، میتونه در 1 سال هم سبب به وجود آمدن ایدز در نزد از افراد اشخاص شوه، چون وایرس است، وایرس داخل عضویت شد، داخل عضویت زمانی که میشه در قدم نخست سبب به وجود آمدن مثل یک گلون دردی یا فلو لایک میشه، گلون دردی پیدا میکنه و سلفه پیدا میکنه و تب پیدا میکنه، جان دردی، کسالت، خستگی، درد عضلات پیدا میکنه و بالاخره رفته رفته عقدات لنفویش بزرگ میشه و آهسته آهسته به طرف لاتنسی میره که در مرحله لاتنسیش همی که شما گفتین که در چه وقت مرحله لاتنسیش همیست که میتونه در ظرف 1 سال، میتونه در ظرف 3 سال و حتی در نزد بعض افراد اشخاص در صورت که میفهمم من ایدز دارم، اهتمامات خودم میگیره، یعنی دوا میگیره، آنتی ریتروویرالش میگیره، زمانی که دوای خودم بگیره تا زمان 20 سالم میتونه که به زندگی نرمال خود تقریبا معادل یک انسان نرمال زندگی خود پیش ببره. خب شما بیننده های عزیز، اگر سوال و یا نظریات داشته باشین میتونید روی شماره تماس 0729-40-13-11 تماس بگیرین و سوالاتون از مهمان ما بپرسین. خب فعلا هم تماس است، احمد از بدخشان تماس گرفته. سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. سلام، میشنوین صدای ما؟ خوب است. سلامت باشین. شما خوب هستین که بلندتر صحبت بکنین؟ خوب است. شب تا خوب است. بخیر. سلامت باشین. موضوع برنامه را اگر گرفته باشین سوالتان مطرح بسازین. گرفتیم موضوع برنامه را درباره ایدز است. فکر میکنم تماسشان قطع شد. خب وقتی میخواین تماس بگیرین کوشش کنین یک جای خوبتر را بر خودتان اختیار بکنین تا ما درست صدایتان را بشنویم و سوالتان را زودتر مطرح بسازین. خب دکتر صاحب، وقتی ویروس را گفتین که چقدر زمان در بر میگیره تا شیوع، یعنی مریض متوجه از این میشه که بیماری ایدز به سراغش آمده، از کدام راه ها انتقال میکنه و چقدر یعنی راه های انتقالش از یک شخص به شخص دیگه بیشتر است؟ و پیش از اینکه جواب بدین تماس جواب بدین. بله سلام با شما، خوش آمدین به برنامه. سلامت باشین. فکر میکنم شما هم احمد هستین از بدخشان تماس گرفتین.
خب دوباره خوش آمدین به برنامه. موضوع برنامه را اگر گرفته باشین سوالتان را مطرح بسازید. سوالم یه که من به یه سرکی باورد دارم. سوال دارین از پیشون؟ تشکر احمد جان. ممنون از تماستان، بیننده برنامه باشین، در زمینه بیشتر صحبت کنیم. تشکر از سوال احمد جان. مرض ایدز حامل سببیش وایرس است. یک وایرس که به نام HIV یا Human Immunodeficiency Virus، یعنی وایرسی که سبب وایرس انسانی که سبب کاهش سیستم معافیتی میشه. ایمونودیفیشنسی یعنی کاهش سیستم دفاعی، سیستم معافیتی عضویت، سیستم دفاعی عضویت. این وایرس چی میکنه؟ از بین میبره. از او به وجود میه و چی گونه در نزد یک شخص به وجود میه؟ راه های یا طرق انتقالش که از شخص مصاب به شخص دیگه، یک مریضی ساریس گفتیم، راه های انتقالش از یک شخص به شخص دیگه از طریق فعالیت های جنسی است، از طریق خون است، از طریق زرقیات است که به صورت مشترک سوزن های آلوده را استفاده میکنند. در صورت که یک شخص آلوده باشه سوزن پیچکاری استفاده میکنه و شخص دیگه اگر از سایران جا سوزن پیچکاری استفاده میکنه میتونه سبب سرایتش به او شخص شوه. و همچنان مادرهایی که هیتس داره در جریان حامله داری، در جریان ولادت میتونه به طفلشان سرایت کنه و همچنان بعد از اینکه طفل تولد هم شد میتونه از طریق شیر مادر به طفل از این مادرها سرایت کنه. در صورتی لوازم که آرایشی هم میتونه از یک شخص به شخص دیگه انتقال بکنه، از طریق لوازم آرایشی انتقال پیدا نمیکنه، اما در صورتی که اگر پله یا تیغ ریش و چیزا رو استفاده میکنن کورم جمله لوازم آرایشی مردانه گفته میشه میشه که از این طریق هم سرایت کنه. تاتوی ابرو که میکنن یا کاشت موژه و اینا میتونه برشون یعنی انتقال کنه؟ بخشی کسی که کاشت موژه میکنه فکر میکنم خودش مسلکی می باشه، اونا تمامشون میفهمن که چطور استفاده کنن. با وجود از اون تاتوک رنگ آمیزی میکنن، فکر میکنن به وسیله سوزن او هم میتونه سبب سرایت شه. در صورتی که شخص قبل از اون تاتو کرده باشه و ایدز داشته باشه از طریق وخصص، عین وخصص داخل جلد شخص صحتمند زمانی که وایرس میشه میتونه سبب به وجود آمدن مرض ایدز در نزد شخص سالم هم شه. خب قسمی که در آغاز هم گفتین تشخیص ای بیماری براحتی نزد خود فرد انجام نمیگیره، یعنی تا زمانی که سیستم محافظتی بدن با او ویروس داره مقابله میکنه تا او زمان علائمی از خود نمیداشته باشه. میشه که بعد از اینکه سیستم محافظتی از کار میفته یا در مقابلش با مبارزه با مو ویروس ناکام میشه، نمیتونه که بیشتر از اون مبارزه بکنه، علائمی که داره چگونه است؟ چه علائمی داره که ما میتونیم تشخیص بدیم که فرد مبتلا به ایدز است و پیش از او تماس رو جواب میدیم؟ بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. من امورم تو اکر نوان باستان تو اکر مزا شدید یه سوال روشتم بمجده بفرمایید. علی وقایی از مرد ازدوین درست است، بینده برنامه باشین و جواب سوالتان رو بدست بیارین. میشه که حالا در مورد عواملش البته تشخیص کردنش صحبت بکنیم و در ادامه میتونیم در مورد وقایعش کرد. بله نومان جان، تفلاک تلفن در دست چند هفتید بازم تر استفاده میکنه. برای نومان جان مشاو باز برش میگم که چی است. البته سوال شما را جواب میتونم. شما سوالتان چی بود؟ گفتین که علائمش تشخیص در قدم نخست زمانی که داخل عضویت شخص میشه وایرس به شکل یک فلو لایک است، یعنی یک شکل ریزش است، به شکل ریزش در نزد شخص به وجود می آید که می تواند گلوندردی، سرفه، با بزرگ شدن عضلات لنفاوی گردن است. به این شکل در نزد شخص به وجود می آید و رفته رفته زمانی که مرض تأسیس می کند سیستم دفاعی عضویت شخص مصاب می سازد. اونو زمان است که هر گونه میکروب اگر داخل عضویت از افراد اشخاص میشه به شکل وخیم و خطرناکش پیشرفت میکنه. طور مثال عامل سببی مننجیت، اگر با مریض مننجیت اینا مواجه میشن امکان ازی است که ویروس دفعتا داخل باکتریا داخل عضویت شخص ایت شوه و داخل مغز از اینا شوه و سبب به وجود آمدن مننجی در نزدی شوه. اگر عامل سببی نمونیا در مقابل از اینا قرار میگیره در شفاخانه مراجعه میکنن، دفعتا چون انتانا زیاد است میتونه از اوج هر گونه انتان داخل عضویتشان شوه به شکل شدید و به شکل خطرناکش در نزد از افراد اشخاص پیشرفت کنه خلاصه و میتونه که بسیاری تومورهایی که از باعث کاهش سیستم دفاعی عضویت در عضویت ما به وجود میتونه خود از او
این نوع تومورا خصوصا تومورای کپوسی سارکوما میگیم در نزد از اینا باوجود بیه و سبب از بین رفتن از اینا شوه یا منانجیت از بین رفتن شان شوه یا انسفالیت از بین رفتن از اینا شوه و یا نیوموسیستایتس کرینی یا دیگه انواع نمونیا ها که در این مریضا عام است باوجود میه میتونه خود از این سینه و بغلی این اشخاص افراد از بین ببره در صورتی که مصاب بیس باشه چون هیچ گونه سیستم چون هیچ گونه دفاع نمیتونه عضویت از اینا در مقابل بکتریا و وایرس و پرازیتی که مواجه میشن قرار بگیره انسان سالم زمانی که ما با وایرس مواجه میشیم تمام از اینا نمیتونه که سبب تولید مرض بر ما کنه زمانی که اگر بکتریای داخل عضویت ما میشه ما میتونیم با یک بسیار سر ما اگر غلبه کنه به شکل یک گلوندردی سپری میکنیمش نمیمونیم که داخل دوران خون ما شه و سبب وجود آمدن مننجید یا انسفالیت یا آرتریت و یا نیومونیا در نظرشان شد. اما در این افراد اشخاص و عامل سببی امروز آزادانه داخل خونشان میشه در هر منطقه در هر سایه از عضویتشان چی سیستم تنفسی باشه چی سیستم عصبی مرکزی باشه چی سیستم بلوط تناسلی باشه جایگزین شون و با مرحله آخر خطرش که بالاخره منجر به مرگ میشه به انجام. خب دکتر صاحب چگونه میتونیم شناسایی بکنیم که شخص بیماری ایدز داره و از در کدام موارد یعنی ما میتونیم آزمایشاتش انجام بدیم که شخص بیماری ایدز داره و یعنی به خاطر از اینکه کدام علائم خاصی داره به خاطر شناساییش علائم خاصش مریضی ایدز ایتو که با دیدن اگر بخوایم را بشناسیم که مریضی ایدز داره نداره مشکل است اما مریضای ایدز بسیار فوق العاده لاغر و کشکتیک می باشه در صورتی که هیچ تحسس کرده باشه مریض می باشه نمیشه و اگر مریضی هیچ تحسس نکرده باشه یعنی صرف وایرس در داخل عضویتش باشه که سالهای سال اینا میتونه ناقل باشه هیچ وایرس هیچ داره یا اچ آی وی را داره اما هیچ تحسس نکرده مثل افراد سالم در جامعه کار میکنن فعالیت میکنن میگردن میخورن می نوشن که ویروس انتقال بتن میتونن فوق العاده میتونن خصوصا در مراحل ابتدایی که مرحله است که گفتیم به شکل یک ریزش است دینی مراحل از طریق افرازات عضویتشان از طریق خون از طریق مقاربت جنسی از طریق سرنج ها فوق العاده ساری است و در مرحله لاتنسی هم بدون اعراض علائم است مریض هیچ گونه که ببینیم میگن سالم است و اگر دوایش بگیره دوای هیچ بگیره خب باز هم مریض کاملا سالم به نظر می رسه هیچ گونه اعراض علائم کلینیکی نداره اما فوق العاده ناقل است به دیگر افراد اشخاص قابلیت سرایت مرض وجود داره از افراد اشخاص و باید به وسیله تستا مریض شرجه بشه مثل از که امروز فکر میکنم در امریکا پروگرام است که از 15 تا 65 سال تمام اگیشن چک میشن وایرس HIV تستش میشه تست HIV میشه که در افغانستان هم صورت میگیره اما زمانی که یک عملیات صورت بگیره زمانی که پروسیجرهای جراحی پروسیجرهای داخله تا مثلا یک مداخله در عضویتشان صورت میگیره دو صورت یا ولادت میکنن یا عملیات میشن و یک اندوسکوپی میشن در این صورت HIV و HBS HCV شه میبینن در غیر از این پروگرام وجود نداره که تمام افراد جامعه را ما HIV و هیت شه ببینیم یا کسی که خون میتن ما میبینیم در امریکا از 15 تا 65 سال در مجموع یک بار تست صورت میگیره دیده شده که باید ایدز نداشته باشه مثل کمپاینی که اینجا در بخش سرخکان و در بخش پولیو و چیزا داریم اونا هم به این شکل کمپاین دارن که چک میکنن چون سرایت شیش دوجه زیاد است خیلی ممنون دکتر سه بازی که پیدا کردیم ممنون از شما بیننده های عزیز وقفه خیلی کوتاه دوباره برمیگردیم.